سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز شنبه 13 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 نوامبر سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، ادعای تازه سیگار مبنی بر دخالت مقامات حکومت سرپرست در امورات سازمان ملل. این اداره میگوید که این مداخله در مقایسه با سال گذشته 73% افزایش یافته. تاکید مقامات بر تجدید نظر در فیصله اخراج اجباری مهاجران افغان. مسئولین میگویند پاکستان نباید ضعف داخلی خود را بر افغانستان بیندازد. و کشته شدن نزدیک به 50 نظامی پاکستانی در دو حمله جداگانه در پاکستان. حال هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. سیگار مدعی مداخله مقامات حکومت در امور سازمان ملل و سازمان های کمک رسان بین المللی گردیده است. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که این مداخلات در مقایسه با سال گذشته 73% افزایش یافته است. بر اساس ادعای سیگار، در برخی از موارد مقامات از نهادهای کمک رسان اسامی کارمندان خود و معلومات لازم را در مورد آنها میپرسند، اما حکومت میگوید که حق نظارت بر این نهادها را دارد و به جز وزارت اقتصاد به هیچ کس دیگر اجازه دخالت در امور آنها را نمیدهد. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در بخشی از گزارش خود که دیروز منتشر شد، مدعی شده که در سال گذشته مداخله برخی از مقامات امارات اسلامی در توزیع کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. سیگار با بیان اینکه این امر روند کمک رسانی آنها را با مشکل مواجه کرده است، میگوید که در این مدت 26 کارمند سازمان‌های مختلف بشردوستانه دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. مداخله طالبان در فعالیت‌های سازمان ملل و مؤسسات غیر دولتی در طول سال 2023 میلادی افزایش یافته که با این امر دسترسی به کمک‌های نجات دهنده را بیشتر محدود کرد. 127 مورد مداخله توسط شرکای ما مستند شده است. علاوه بر این اداره همچنان مدعی است که حکومت سرپرست خواهان لست کارمندان سازمان ملل و سایر سازمان‌های غیر دولتی در کشور و برخی اطلاعات ضروری دیگر و دخالت در برخی امور اداری دیگر است. طالبان علاوه بر دستگیری فهرست کارمندان سازمان ملل متحد و سایر انجیوهای غیر دولتی و برخی اطلاعات لازم را می‌خواهند. آنها مستقیما در امور این نهادها در استخدام کارمندان و در انتخاب این کمک‌ها دخالت می‌کنند. اما امارات اسلامی ادعای مداخله در امور سازمان ملل و سایر سازمان‌های غیر دولتی را رد می‌کند و می‌گوید که حکومت افغانستان تنها از طریق نظارت کار آنها را بررسی می‌کند. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید که اجازه نمی‌دهد کسی در کار این نهادها دخالت کند و از این نهادها می‌خواهد که در صورت موجودیت همچون چیزی باید شکایات دقیقشان را با وزارت اقتصاد در میان بگذارد. افغانستان اسلامی امارات اقتصاد وزارت دلار نه مؤسسات را همکاری ملری مؤسسات را تماس ملری لغونه بل چکه کارو کار دولتی باید اقتصاد وزارت خپل شکایت وړاندې او اخر کوم خبرونه ورته. تحلیلگران میگویند که مداخله در کار نهادهای خیریه بین المللی در افغانستان ممکن کیفیت و کمیت این امورات را در آینده تحت تاثیر منفی قرار دهد. دوی د مرستندوی ادارو په چار کې داسې مداخله وکړي چې هغوی ته موانع ایجاد کړي. بنان سیګار په خپله د مرستو یا د څړنو په نوم باندې دلته راځي، دا خپل استخباراتي لوبې دا شل 20 کاله په افغانستان کې کړي دي او کوي یې. فکر کوم چې دوی دغه مخنیوي دپاره باید کېدای سي استخبارات د طالبانو یا امنیتي چارو طالبانو دوی ته کوم ګواښ کړی چې تاسې د چارو کې د سیاسي چارو کې مداخله مه کوئ. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش 151 صفحه‌ای از 3 ماه گذشته منتشر کرده که در آن وضعیت اداره های کمک کننده بشردوستانه در افغانستان، حکومتداری در این کشور، صحت، معارف و بسیاری از موارد دیگر را ارزیابی کرده است.
سراج الدین حقانی میگوید که اسلام آباد کابل را در مشکلات خود دخیل نسازد. حقانی میافزاید پاکستان به هدف اعمال فشار مهاجرین را خلاف نرم های جهانی وادار به ترک این کشور کرده و میافزاید که پاکستان به همین دلیل نباید افغانستان را عامل ضعف داخلی خود بداند. حقانی اضافه کرده که حکومت سرپرست به توافقنامه دوحه پابند است و هرگز از خاک افغانستان بر ضد کشورها استفاده نخواهد شد. سرپرست وزارت امور داخله میگوید برای اینکه جریان جاری مهاجران افغان فاجعه بین دو کشور ایجاد نکند، پاکستان باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. سرپرست این وزارت که امروز در نشست‌های افتتاحی پروژه‌های مختلف بازسازی در خوست اشتراک داشت، خاطر نشان کرد که پاکستان مهاجران افغان را برخلاف تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی مجبور به ترک کشور کرده و تصمیم نامناسبی در حق مهاجرین اتخاذ نموده است. در اولوی لحظه یو بل بحران تا بل مشکل تا لارا جوڑایوی دیگه خاطر مدرسوی چیلی پاکستان سیاسی گوندونا علماء او خیار تجاران قومی سنگیری خالکی چکوندی افغانستان خالکتا بخبر دیگه دی زای ورکڑاو دی داس نمشروع به گفته وی حکومت سرپرست به توافقنامه دوحه پایبند است و هیچ کشوری نگران تهدید از خاک افغانستان نباشد. حقانی با اشاره به برخی فشارهای سیاسی بر حکومت در زمینه اخراج مهاجران میگوید که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان برای پاکستان وجود ندارد و افغانها امنیت کامل را از کشور خود به جهان تضمین میکنند. چی دیگو سانی حکومت امارت نکیگی یه دنیا و نواری یه گوندی بودون و نواری من یه خبر ارتا کردی اگه دی تزغر در پول واوری پی دی بندی مکتول ملتون گواوی دنیا رو دگواده چی مکتو دو حاکی فقط در که حکومت و نما امارت اسلامی وکا بولا چیز مو خبر بیچاری پر تهدید نیوی. در این حال برخی دیگر از مقامات وزارت امور داخله میگویند که پاکستان مهاجران افغان را به طور غیر قانونی مجبور به اخراج کرده و اضافه کردند که حکومت سرپرست برای ورود این مهاجران آمادگی کامل را اختیار نموده است. آنها رفتار بد پاکستان با مهاجران افغان را غیر قابل تحمل میدانند و میافزایند که نیروهای پاکستانی اموال افغانهای ساکن آنجا را نیز غارت کردند. دما و تا خویند یا من دی او خورزه عزیزان او کلیواله خدا سی او وحشت باندې تا تر لیکل دلته چې نور خدا پرېږ دا شخصی من هم دی دینا. از سوی دیگر سه پروژه بزرگ در خوست به بهره برداری سپرده شد و به گفته سرپرست وزارت امور داخله علاوه بر بسیاری از پروژه های انکشافی دیگر در این ولایت، ساخت یک شفاخانه بزرگ برای تداوی سرطان نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. سلسله بازداشت مهاجرین افغان در پشتونخوا و پاکستان گسترش یافته است. شماره از افغان‌ها ادعا می‌کنند که با داشتن اسناد قانونی باز هم بازداشت می‌گردند و جبران از این کشور اخراج می‌شوند. با این امر سازمان ملل هم می‌پذیرد که مهاجرین افغان مقیم در پشتونخوا و پاکستان با فشارها روبرو هستند. از سوی دیگر حکومت سرپرست از برگشت 180 هزار مهاجر افغان در چند روز گذشته از پاکستان خبر می‌دهد. پشتونخوا و پاکستان از هر زمان دیگر ساحه زندگی را بالای مهاجرین غیرقانونی محدود ساخته و با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج مهاجرین مذکور، سلسله آزار و اذیت مهاجرین افغان در این کشور بیشتر گردیده. با تازگی سازمان ملل میگوید که افغانها در پشتونخوا و پاکستان با وضعیت بد به سر میبرند و فشارها از سوی حکومت سرپرست پاکستان بالای آنان بیشتر و بیشتر گردیده است. در این حال که میشنری عالی مهاجرت سازمان ملل میگوید به شمول زنان و کودکان آن عده مهاجرینه که با این اداره ثبت و راجستر گردیدند، اسناد هم دارند و با مشکلات روبرو هستند. 86% خانواده هایی که از تاریخ 2 سپتامبر بدین سو از پاکستان بیرون شدند گفتند که از بازداشت حراس داشتند. ما از حکومت پاکستان میخواهیم تا به حقوق کودکان احترام قائل شود. اسناد لرون که خلق هم نیول کیگی، ویزه لرون که هم نیول کیگی، او بی اسناد هم نیول کیگی، او آقا چوکس دسپین بولدک لاری رغلی دی آقا هم نیول کیگی، نو دلتا دول خلق پی وسترگ کتل کیگی.
زده پخپلا یو ډیر لوی جفال دی افغان کډوالو پر وړاندې. این در حال است که به هزاران مهاجر برگشته به کشور در خط فرضی دیورن به نقاط بازگشت به طرف افغانستان رسیده و یا هم منتظر ثبت و بایومتریک هستند. مهاجرین افغان مقیم در پاکستان میگویند که هنوز هم سلسله آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان در این کشور جریان و گسترش یافته است، تا حدی که مهاجرین قانونی هم بازداشت میشوند. بل زیاتره مشکلات هغه افغانانو ته چې کوم په پخو کورونو خاریانو کې ژوند کوي هغو ته جوابونه میلاو دي چې په پنځو ورځو کې نه 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 خپل کورونه دې حزینه وباسئ کنې تاسو سره به قانوني چلان کېږي او زندانونو ته به لیږول کېږئ. حکومت سرپرست از حکومت پاکستان میخواهد تا با در نظر داشت و اصول جهانی مهاجرت با مهاجرین افغان رفتار و برخورد نماید و بازداشت و آزار و اذیت آنان را یک عمل خلاف اصول جهانی خوانده است. بله، د افغانستان اسلامی امارت د خپلو هغه ټولو ارګانونو د لارې نه پاکستاني چارواکو ته دا خبر رسولی چې د مهاجرونو سره زور زیاتی ونه سي. اوس وضعیت هم تغییر کړی، په هغه ویلو کې څه مشکلات وو او دا د انتقال په بهیر کې هغه اوله ورځ تکلیفونه په بعضو برخو کې وو، خو له پرون راهیسې سهولتونه ډېر شوي دي، هم په تورخم پلو کې، هم دلته سپین بوتک په پلو کې. پخوا دوی تلاشي کوله، یو نوه زور یې جوړ کړی و اضافه، هغه اوس پای ته رسېدلی دی. در همین حال سرپرست وزارت دفاع ملی هم رفتار و برخورد روان پاکستان با مهاجرین افغان را ظلم و ناروا خوانده و با پاکستان خاطر نشان ساخته که باید عواقب اعمال خود را بسنجد. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ناروا و ظلم است و با گفتش با این امر افغانها در زمستان پیشرو با بحران شدید بشری در افغانستان روبرو خواهند شدند. مهاجران عودت کننده در کمپ تورخم از کند بودن پروسه ثبت نام شکایت دارند. آنان میگویند که پروسه ثبت مهاجران عودت کننده در تورخم به طور کندی به پیش می رود و برای یک شخص فرصت ثبت نام در چندین روز نیز میسر نمی گردد. اما مسئولین میگویند که پروسه مذکور را با سرعت انجام می دهند و تلاش دارند تا هویت افراد عودت کننده را با دقت تثبیت نمایند. پس از بیان مهلت تعیین شده از سوی پاکستان و افزایش تعداد مهاجران عودت کننده در کمپ اختصاص داده شده به آنها در تورخم، تعداد و بیروبار مهاجران افغان افزایش یافته است. عودت کنندگان شکایت دارند که روند ثبت نام بسیار کند است و میگویند که در 24 ساعت نیز نمی توانند خود را ثبت کنند. تقریبا سلورم اشپاده چی رغلی دلتا و تاچ خپلا دا حالات ولیده چی دیر مشکلات دی افغانان ولتا زیاد ده، ځکه په وسیله د خیمو د نورو رسنې چې ورسېږي ورته زنانه ماشومان ټول بې هغه دي، بې خیمو دي، بې کورو دي، چې دوی ته خیمې او سهولت برابر کړي، ځکه هلته نور هم څه شی نشته، لکه تشناب و هغه باندې دا تشنابونه نشته. رالو دې ملک ده افغانستان له باید دی چې دلته اوس مانه خپل کډه ورخه ده تقریبا 12 کسان اوس د یوه ګنټه وشو چې هغې پسې ګرځم، باید چې داسې کار وشي چې داسه مشکلات چاته پیښ نشي. همزمان مقام های ولایت ننګرهار میگویند که روند ثبت نام را تسریع کرده و در 24 ساعت گذشته 7700 مهاجر را ثبت کردند. تورخم کې د ننګرهار والی الحاج ملا محمد نعیم اخوند په مشرۍ د مرکز او ولایتونو مسؤلینو یو طرح جوړ کړه چې د مخبه کډوالي کورنۍ په چټکی سره خپل سیمو ته انتقال شي او په کم کې به ګڼه ګونه ختم شي. مهاجرانی که به طور موقت در این کمپ زندگی می کنند از حکومت می خواهند که پس از بازگشت به مناطق خود برای آنها زمینه کاری را فراهم نماید. دغسه کسان چې غوی تعلیم کړي، تحصیلونه کړي دي، د دوی خزمو هیله او تمام داده چې دوی ورته خپل هغه وظیفه ورکړي، د دوی هغه مطابق چې څنګه دوی سره پکار وي، د دوی سوي مطابق وظیفه ورته ورکړي، هغه رونه چې غوی تعلیمونه نه کړي هغه ته هم د کار زمینه برابره کړي، او هغه کسان چې غوی کورونه لري نو دغه سه خلک نور هم مجبور شته، اړین خلک شته چې غوی خپل ضرورتونه لري، باید دوی غوی ته د کور د پاره زینه ورکړي، کورونه هم ورته جوړ کړي. حکومت سرپرست گفته است که کار روی چنین طرحی را آغاز کرده است که بر اساس آن زمینه اشتغال برای مهاجران عودت شده فراهم می شود. بر اساس معلومات مقامات در 24 ساعت گذشته 1050 خانواده به مناطق و ولایت‌های خود منتقل شدند که از این تعداد 800 تن با موترهای کرایه‌ای خود به مناطق و 250 خانواده دیگر نیز در وسایط مربوط به وزارت دفاع ملی انتقال یافتند.
علاوه از ولسوالی زندجان هرات، باشندگان ولسوالی گلران هم به دلیل زمین لرزه ها متاثر گردیدند. مسئولین محلی میگویند در حدود 400 قریه ولسوالی مذکور متاثر شده و خانه ها در آنجا قابل زیست نیست. به گفته آنان ولسوالی گلران که دورتر از شهر موقع دارد، به اندازه کافی کمک را دریافت نکرده است. این مناطق مربوط به ولسوالی گلران است که به دلیل زمین لرزه ها با خاک یکسان شده است. مسئولین میگویند که 95% خانه در 400 قریه این ولسوالی متاثر شده اند و دیگر قابل زیست نیست. به تعداد 50 قریه با خیلی آسیب دیده داره که شما خود شما مشاهده میکنید که رقم خونه از اینا تخریب است. خیلی متضرر شدن مردم، از حتی حال مردم، تمام مردم که هست به دشت مالا اینا به دشت خون اینا همه که از بی سرپناه هست. با کمک های اولویه ضرورت مثل همچون خیمه واری خیمه باشه که مردم، گرچه به خیمه هم که از ضرورت مردم رفع نمیشه. به گفته عارف عمری، ولسوالی گلران که دورتر از شهر هرات موقعیت دارد، برای آن توجه صورت نگرفته است. عمری از مسئولین حکومت و نهادهای خیریه می خواهد تا به ولسوالی گلران هم مانند سایر ولسوالی ها توجه خاص نمایند. ما از حکومت مرکزی امارت اسلامی افغانستان و از دیگر نهادهای کمک رسان مایل می خواهیم که مردم خونه از اینا بازسازی شود. و دیگر که خونه هایی که شق کرده قابل نشستن نیست، این خونه های ولسوالی ما هم گیلی هست. تقریبا ببینید 95% زینا که از هم خراب شده قابل استفاده نیه. اگر حال از ترس زلزله هم داخل نمیشه، اما چند روز بعد که فصل زمستان و باران های بارندگی های دیگه، مردم اونا رو بارش ها چپه میکنه، باران ها چپه میکنه. در همین حال باشندگان ولسوالی مذکور هم نگران زمستان پیش رو هستند و میگویند تا اکنون به غیر از خیمه برایشان چیز دیگر کمک نگردیده است و اگر برای آنان توجه جدی صورت نگیرد، ممکن به دلیل هوای سرد با بحران بشری بزرگ روبرو گردند. و از همه اولویت فعلا که فصل سرمای زمستان پیش روی سرپناه نداریم، همه طفل در اول اگه سرپناهی بشه با ما زودتر آماده بشه، خصوصا مواد سوخت هم نداریم ما مردم، هرچی بوده همه زیر آوار شده. از این ضرورت ما بیشتر ضرورت داریم که سرپناه و مواد سوخت بریم و آماده کنیم، سرپناه بسازیم، یعنی خانه بریم و بسازیم. در همین حال در ولسوالی رباط سنگی هم مردم به دلیل زمین لرزه ها خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند و خواهان کمک از حکومت هستند. قریه هایی که ما ولسوالی ما تخریب شده، بالاتر از 10 قریه که همینطور خراب شده و بالا بیشتر از ما ولسوالی ما 280 قریه، بیشتر از 280 قریه داره که متاسفانه اکثر نام همگی آسیب دیده. البته فیصدی اینا بالای از 30% به پایین ما نداریم، تا به 80-90% همگی ترخورده دیگه قابل استفاده دیگه نیست. که این منطقه ما یک منطقه سردیه، شاید در جریان شما باشیم از هراتیم که الحمدلله منطقه سرد به ولایت هرات انمی خوش رباته. ما از روز میترسم که امی زلزله خداوند ما نجات داد، باز نشه یک خونیکی تیفانی امی اطفال ما و خانوادی ما از من از حساب طریق سرما بره. یعنی می این خونه ای خیمه که هستن اینا اگه میتون روزا باشه خوبه، ولی بادایی که ما میبینیم فکر کنم که یک شب باشه کل این خیمه ببینیم از سر این بچه ها رفته ببیرم. قابل یادآوری است که به دلیل زمین لرزه های پسین بیشتر ولسوالی های غرب کشور متاثر شدن و کار ساخت خانه برای باشندگان ولسوالی های یاد شده از سوی حکومت و نهادهای خیریه آغاز گردیده است. یک برنامه آموزشی به هدف بلند بردن ظرفیت رؤسای ولایتی وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث راه‌اندازی شد. مسئولین میگویند در این سمینار هفته‌ای به تمامی رؤسای ولایات در کنار حکومتداری بهتر به هدف تنظیم و پیشبرد بهتر امورات آموزش ها داده خواهد شد. سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تمامی رؤسا توصیه نموده که در جریان وقوع یک رویداد طبیعی از مردم دستگیری کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به هدف بلند بردن ظرفیت رؤسای ولایتی یک سمینار هفته ای را در کابل راه اندازی کرد. سرپرست وزارت مذکور در جریان افتتاح سمینار یاد شده به تمام رؤسای توصیه نمود که در جریان وقوع رویداد طبیعی از مردم دستگیری کند. رو خبر بدی که در چیزمال طول رئیسان صدا گفتند چه مورد تاسی باید سی در خلق و پتعاون که مرست وکو داشه و نبولو چیزه در خلق، بلکه مورد در خلقی که تکارالیو مورد خدمت وعده کرده. ما چی وزارت که بول کرده، تا چی ریاست که بول کرده، بدیه معنی می که بول کرده چه زب دا خدمت کو دا رئیس بب دا خدمت کی که چیل دا خدمت مجرونه کو
دا به الله ته موږ پښتنه کوي، دا الله به موږ پښتنه کوي چې ته خو دلته مسؤلیت یې اخیستو، تا خو زه داسې خدمت کوم ول دې نه وکړي. مسئولین هدف از راه اندازی برنامه هفته‌ای را در کنار حکومتداری بهتر، آموزش تنظیم مراد به وجه حسن برای روسا و مستفید ساختن آنان از آزمایش‌های مسلکی و تکنیکی در زمینه مدیریت بهتر حوادث می باشد. پروگرامو د ارتقای ظرفیت یا د رئیسانو او ورسره د مسلکی مامورینو محترمینو په شمول د دې د فاره جوړ کړی دی چې دوی ته یو څه اداري اصطلاحات، یو څه عاجل اصطلاحات، یو څه د حکومتولۍ ډولونه او داسې نور څه شیان په دې سیمینار کې ور وښیو. دا سیمینار د یوې هفتې دپاره موږ دایر کړی دی. در عین حال اشتراک کنندگان سمینار مذکور از راه اندازی چنین برنامه‌های آموزشی استقبال می‌کند و می‌گویند که با این امر خواهند توانست تا از تجارب به دست آمده از سمینارها در امورات روزمره زندگی خود بهره ببرند. ټول کسان ورسیو سریسان دی او ورسره د کسان مستقیمی مامورین دی او د سره ناش تقریبا یو هفته به د سمینار شروع وي. په دې سمینار کې به دوی ته لارښوونې کېږي او هدایت ورته کېږي او دوی کوم ستونزې لري یا کوم شیان راوړي هغه به غوسره شریک کړي، دا به غوسه د یو څه د موضوعاتو سره شریکوي. دواړه دا چا که څه مشکل وي انشاءالله په دې کې په ګډه به سره شریکوي او په ګډه به سره حل کوي. دا دومره قدر کفایده لري چې ځکه په دې کې به بعضې کارمندان یا رئیسان د ډېر کارو سره ناوله دي، په کارو کې به ولت شي. او بل مسله دا ده چې موږ کومې غوښتنې لرو، موږ به د خپل وزارت سره شریک کړو او وزارت چې کوم کارونه موږ ته یادي هغه به زموږ سره شریک کړي. نو د دوو په مابین کې د دوو ارګانو په مابین کې چې کومې خبرې سره تبادله کېږي، دا انشاءالله ولعزیز مثبت تړخ ته وړي. این نخستین باری است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بر روسای ولایتی چونین سمیناری را روی دست می گیرد. مسئولین وزارت مذکور اطمینان می دهند که در یک سال گذشته به سطح کشور به ده ها حوادث طبیعی را به شکل درست مدیریت کردند و همچنین کمک های صورت گرفته را به وقوع به نیازمندان رسانیده اند. این هم چند خبر مهم از جهان. در دو حمله مسلحانه جداگانه در پاکستان نزدیک به 50 نظامی کشته و زخمی شدند. حمله نخست روز گذشته در مناطق گوادر ایالت بلوچستان و دیره اسماعیل خان خیبر پشتونخوا رخ داده که به شمول 14 نظامی در آن 19 تن کشته شدند و در حدود 25 فرد دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه منتشر گردیده از سوی نظام پاکستان گفته شده که این حمله زمان رخ داده که یک کاروان نظام پاکستان با یک کمین حمله مسلحانه مواجه شده است. مسئولیت این داد را تا کنون فرد و یا گروه به عهده نگرفته، اما در یک اعلامیه منتشر ساخته به نقل از نظام پاکستان گفته شده که آنان تحقیقات را در ارتباط به این حادثه آغاز کردند. در این حال در حمله دوم گروهی از مهاجمان مسلح وارد یک مرکز آموزشی نیروی هوایی منطقه مینوالی ایالت پنجاب گردیده و در آنجا با نظامیان پاکستانی جنگ مسلحانه را آغاز نکردند. در همین حال مسئولیت این رویداد را تحریک جهاد پاکستان گروه مسلح این کشور به عهده گرفته است. زلزله شدید به اندازه 6.4 ریشتر در نیپال نزدیک به 150 تن را از بین برده است. بر بنیاد رسانه‌های محلی تا کنون 130 تن در این رویداد کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند که به شفاخانه‌های نزدیک محل منتقل گردیدند. مرکز اصلی زمین لرزه منطقه ججارکوت غرب این کشور خوانده شده که جان باختگان اصلی این رویداد را باشندگان محل تشکیل می‌دهند. در کنار آن گفته می‌شود که در این حادثه به صدها خانه به طور قسمی و یا هم کلی تخریب گردیدند. گفته می شود که این زلزله خیلی شدید بود که حتی شدت آن دهلی نو را هم تکان داده و شمار از خانه ها را در آنجا هم تخریب نموده است. گفتنی است که بسیاری از گروه های نجات هم به ساحه رسیدند و عملیات پاکوری ساحه و سرک ها را آغاز کردند. و خبر اخیرین که در حمله تازه نیروهای اسرائیلی بالای یک کاروان یک آمبولانس در نوار غزه نزدیک به 20 تن کشته شدند. اسرائیل پذیرفته که نیروهای آن بالای کاروان یک آمبولانس حمله نموده، اما گفته است هدف اصلی آن جنگجویان گروه حماس بود. سازمان ملل این حمله را تقبیح کرده و یک بار دیگر روی مسئولیت جانی کارمندان صحی و افراد ملکی تاکید نموده است. در کنار آن مسئولین وزارت صحت در غزه میگویند که نیروهای اسرائیلی در حمله مشابه یک مکتب را هدف قرار داده بود که در آن دست کم 20 تن کشته شدند و 14 فرد دیگر زخم برداشتند.
مجموعه خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خواهش. الله نگهدار.